مادرم که تنهام گذاشته از این دنیا رفت. تو هم میخوای منو تنها بذاری و از اینجا بری؟ نه نه، نمیذارم این کار کنی. از این ناراحت نیستم که دشمنم به هدفش رسیده. از این ناراحتم که تو چیزی که اونا نشونت دادن و باور کردی. فکری که تو رو ازم دور کنه، از اون فکرم متنفرم. یعنی فقط من دوستش دارم، اون نه؟ آخه خیلی دم از عشق میزد، چه زود لاف عشقش رو شد، حتی حاضر شد به این سرعت با یکی دیگه ازدواج کنه. از همین میترسیدم، برای همینم جلو تو گرفتم. این کارا چه فایده ای داشت؟ اون هنوزم داره به عشق شوهرش نفس میکشه. بعد این همه تلاش چطوری پاپس بکشم؟ وقتی عاشق کسی میشیم تا توی قبر چیزی جز حال خوشش نمیخوایم. باید اونو فراموش کنی و یه زندگی جدید شروع کنی. نمیتونم فراموشش کنم. نمیخوامم از یادم بره. بیشتر از این نمیتونم دیگه با حرف بزنم. فقط دعا میکنم که دیگه به خود ضرر نزنی. به جز اون همه چی برای من ضرره. برای اینکه به دستش بیارم حاضرم هر کاری کنم و میکنم. مادرم که تنهام گذاشته از این دنیا رفت. تو هم میخوای منو تنها بذاری و از اینجا بری؟ نه نه، نمیذارم این کار کنی. تو نمیتونی به این راحتی منو ولم کنی و بری. نه،
از این ناراحت نیستم که دشمنم به هدفش رسیده. از این ناراحتم که تو چیزی که اونا نشونت دادن رو باور کردی. چرا هی مزاحم میشی؟ چرا هی زنگ میزنی؟ دست از سرم بردار. چرا هیچ وقت نمیذاری یا به خوش تو زندگیم از گلوم پایین بره؟ ببین آیسان، سعی کن حرف منو دیگه بفهمی. نمیتونم بدون تو زندگی کنم. هر کاری که کردم فقط برای این بوده که تو رو به دستت بیارم. لطفا منو تنها نذار، خواهش میکنم. همچین چیزی شدنی نیست. هرچه زودترم بتونی این واقعیت رو قبول کنی برات بهتره. فکری که تو رو ازم دور کنه، از اون فکرم متنفرم. یه بار شروین سعی کرده تو رو ازم بگیره، دیگه نمیذارم پیش بیاد. تو دیوونه شدی عارف. فکر کردم آدم خوبی هستی و بهت اعتماد کردم، اما حتی لیاقت نفرتم هم نداری. چه زنده بمونی چه بمیری برام هیچ اهمیتی نداره. چی شده نیلو؟ چرا انقدر ناراحتی؟ به خاطر شروین ناراحتم. به خاطر شروین؟ عروسیت انقدر نزدیکه، بعد تو اینطوری انقدر پکر واسدی؟ شروین هیچ علاقه ای نشون نمیده. دیدی که چقدر نسبت به همه چی بی تفاوته. آره اینو که دیدم، ولی خب طبیعیه. چند روز دیگه که ازدواج کردی نیلو پیش کی میاد؟ پیش خواهر من، پیش تو. اگه بعد ازدواجم همینطوری رفتار کرد اون وقت چی؟ آخه برای چی؟ باشه اصلا اگه اینطوری هم شد چقدر ازت دور میمونه؟ آخرش میاد پیش کی؟ پیش خودت. آره درسته، حق با توه. الان فقط به این فکر کن که شروین خودش گفته که میخواد باهات ازدواج کنه.
که اینم از معجزه کمتر نیست. این که هست، تو فقط بذار عروسی بکنی، بعد میبینی چطوری اون آیسانو فراموش میکنه. شاد باش دیگه. چی شد؟ عارف تصادف کرده. الانم بیمارستانه. هر کی بدی کنه فقط بدی میبینه. یکی رو اذیت کنی و فکر کنی خودت به آرامش میرسی؟ همچنین خبری نیست حامد. ما باید همه چی رو راست و دقیق به شروین بگیم قبل از اینکه ازدواج کنه. آره راست میگی، الان بهش زنگ میزن. ازدواجی که عشق من جلوشو نگرفت، حقیقت چطوری جلوشو میگیره؟ من از چشم خودم انداخت. الانم نمیخوام پاک بودنمو بهش ثابت کنم. اگه بهم اعتماد نداره بذار نداشته باشه. بلای سرمون اومده. عمم که اونطوری رفیدم از تصادف عارف. لطفا لطفا یه فرصت به عارف بده تا اشتباهی که کرده رو بتونه جبران کنه. ای خدا خودت بهمون کمک کن. تو خیلی بخشنده و رحیمی، اونو ببخش. آقای دکتر، عارف حالش چطوره؟ خب عملش موفقیت آمیز بوده ولی طول میکشه به هوش بیاد. شما دعا کن. چی شده آیسان؟ از وقتی اومدی چرا ساکتی؟ یه چیزی بگو. چی شده دختر؟ چرا ناراحتی؟ به ما هم بگو. انگار عارف حقیقتو میدونست. با شنیدن اون حرفا نمیدونم چی کار کنم. واضح بگو منظورت چیه؟
الو عارف تو؟ میخوام با عارف حرف بزنم. الو نمیتونه. حتما باید باهاش حرف بزنم. با زندگی خواهرم بازی کرده، زنده نمیذارمش. مگه الان زنده است؟ چی گفتی؟ عارف تصادف بدی کرده. الان اوضاعش خیلی وخیمه. اگه میتونست حرف بزنه حتما گوشی رو میدادم بهش، تا بتونی به کسی که زندگی خواهرتون رو نابود کرده بد و بیراه بگین و آروم شین، اونم از این سردرگمی بین زندگی و مرگ راحت کنید. عارف تصادف کرده. الانم بیمارستانه. هر کی بدی کنه فقط بدی میبینه. یکی رو اذیت کنی و فکر کنی خودت به آرامش میرسی؟ همچه خبری نیست. حامد، ما باید همه چی رو راست و دقیق به شروین بگیم قبل از اینکه ازدواج کنه. آره راست میگی، الان بهش زنگ میزنم. ازدواجی که عشق من جلوشو نگرفت، حقیقت چطوری جلوشو میگیره؟ من از چشم خودم انداخت. الانم نمیخوام پاک بودنمو بهش ثابت کنم. اگه بهم اعتماد نداره بذار نداشته باشه.
گریه نکن. من هنوز زندم. وقتی که بیهوش بودی من خیلی نگرانت بودم. مگه چقدر از رفتن عمه میگذره که تو هم به این روز افتادی؟ جنون من نتیجهش همین میشد دیگه. نمیخواد نگران باشی. فقط استراحت کن. خیلی زود خوب میشی. الان دیگه کل عمرمو باید استراحت کنم. لباسم عوض کنم. با این وضعیت خودت میخوای عوض کنی؟ نمیدونم سعیم رو میکنم. من میدونم. عشق بس عشق ہے کوئی بھی نہیں شرط وفا. عشق بس عشق ہے کوئی بھی نہیں شرط وفا. ایک دیوانگی رگ رگ میں جنوں جلتا ہوا. دل بجھے یا کہ جلے کوئی ملے یا نہ ملے فیصلہ آپ ہی کرتا ہے کہ عشق خدا. سمجھو نہیں کہ افسانہ عشق ہے. جان کو یہی تو عشق ہے. یار کی گلی میں مر جانا عشق ہے. پل میں بنا دے جو دیوانہ عشق ہے. یعنی فقط من دوستش دارم. اون نه. آخه خیلی دم از عشق میزد. چه زود لاف عشقش رو شد. حتی حاضر شد به این سرعت با یکی دیگه ازدواج کنه. Oh.
بهش زنگ نمیزنم، بهش نمیگم بدون اون بلد نیستم زندگی کنم. وقتی اون به فکر من نیست، چرا من به فکرش باشم؟ باشه، الان عصبانی هستی، باز خوب خودت گفتی که من نگرانتم. حالم گرفته شد. آره خودم میدونم. الان گفتی کسی که نگران باشه نیازی نیست که اصلا بهش بگی. خودم فهمیدم که حالت گرفته است. باشه، حالا چی کار کنیم که حالت بیاد سر جاش؟ دعوا میکنیم. دعوا؟ برای دعوا برنامه میچینن؟ آره برنامه میچینن. الانم جنگ دیگه. باشه، اگه قبل از جنگ یکم با محبت حرف بزنیم دیگه ممکنه جنگ کنسل بشه. منو ببخش. اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید.